با درود فراوان خدمت شما بینندگان شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. شماره کشته شدگان حملات اسرائیل به نوار غزه به 550 تن رسیده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز یکشنبه در دوحه پایتخت قطر با محمود عباس رئیس تشکیلات قدگردان فلسطین دیدار کرد و خشونت‌های روز یکشنبه در نوار غزه را بی‌رحمانه دانست و از اسرائیل خواست حملات خود را متوقف کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل نیز خواستار برقراری فوری آتش بس میان اسرائیل و حماس شدند. در بدترین روز حملات اسرائیل در روز یکشنبه بیش از 100 فلسطینی کشته شدند. بامداد روز دوشنبه نیز 34 فلسطینی دیگر جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل نیز از کشته شدن 18 سرباز خود در روز یکشنبه خبر داده است. دو شهروند غیر نظامی آن کشور نیز در پی موشک پرانی ها از غزه جان خود را از دست دادند. شاخه نظامی حماس روز یکشنبه اعلام کرد یک سرباز اسرائیلی را اسیر کرده است، اما سفیر اسرائیل در سازمان ملل این خبر را تکذیب می کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین وضعیت در غزه را غیر قابل مدارا توصیف کرده و اسرائیل را به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. دولت اسرائیل نیز گفته است به حملات خود برای پایان دادن به موشک پرانی های گروه حماس ادامه می دهد. دولت اسرائیل آتش بسی چند ساعته برای پیدا کردن راه حل دیپلماتیک برقرار کرد، اما ادامه موشک پرانی حماس باعث شد دولت اسرائیل حملات خود را از سر بگیرد. از دو هفته پیش تا کنون بیش از 1400 موشک از غزه به خاک آن کشور پرتاب شده است. در این حال یک بیمارستان در مرکز غزه نیز هدف حمله اسرائیل قرار گرفت و دست کم 4 تن در آن کشته شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بامداد روز دوشنبه 21 جولای به پایتخت مصر رفت تا برای ایجاد آتش بس بین فلسطینیان و اسرائیل تلاش کند. جان کری همچنین از ابتکار مصر برای ایجاد آتش بس حمایت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز یکشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس تلفنی داشت. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز برای آتش بس در غزه به قاهره سفر کرده است. باراک اوباما در گفتگو با نتانیاهو از تعداد رو به افزایش کشته شدگان غیر نظامی فلسطینی و از دست دادن سربازان اسرائیلی ابراز نگرانی کرده است. از سوی دیگر ارتش اسرائیل میگوید بیش از 10 شبه نظامی فلسطینی را که به صورت غیرقانونی از طریق دو تونل در شمال غزه به اسرائیل وارد شده بودند به ضرب گلوله کشته است. وزیر دفاع اسرائیل گفته است که تمرکز ارتش بر روی نابودی ذخایر موشک حماس و تونل‌های حفر شده در نوار غزه است. وزیر کشور فرانسه روز دوشنبه تاکید کرد که دولت آن کشور به مقابله با آنچه وی تظاهرات چند یهود دانست ادامه خواهد داد. دولت فرانسه در اقدام بی سابقه به معترضان به خشونت‌های اسرائیل در نوار غزه اجازه برگزاری تجمع در پاریس را نداد. رسانه‌های فرانسه گزارش کرده‌اند که برخی مسلمانان به مغازه‌های یهودیان حمله بر شده و آسیب رسانده‌اند. طبق گزارش رویترز، یک مغازه محصولات گوشتی یهودی به آتش کشیده شده است. وزیر کشور فرانسه گفت هیچ چیز توجیه کننده این حرکات ضد یهود نیست. به تاکید کرد که دولت حمله به کنیسه ها و مغازه های یهودیان را تحمل نخواهد کرد و با این رویه به شدت برخورد می کند. چندین تظاهرات بدون مجوز در محله های مختلف پاریس برگزار شد که همه آنها به خشونت کشیده شد. 4 روز از سانحه هوایی هواپیمای مسافربری مالزی می‌گذرد. هواپیمای مسافربری مالزیایی با شماره پرواز MH17 پنجشنبه گذشته بر اثر برخورد موشک در شرق اوکراین سرنگون شد. تمامی 298 سرنشین آن کشته شدند. آمریکا و چند کشور دیگر میگویند دلایل محکمی در دست دارند که نشان می‌دهد هواپیمای مالزیایی توسط موشکی که روسیه در اختیار جدایی طلبان قرار داده سرنگون شده است. جعبه سیاه پرواز MH17 توسط جدایی طلبان پیدا شده و به روسیه تحویل داده شده است. مقامات هنوز نتوانستند برای بررسی بیشتر علت سانحه
کارشناسان خود را به محل سقوط هواپیما اعزام کنند. نخست وزیر استرالیا گفت مطمئن است شورشیان طرفدار روسیه به این هواپیما شلیک کردند. نخست وزیر بریتانیا نیز خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه شد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه افرادی را که روسیه را به دست داشتن در این سانحه متهم می‌کنند عوامل مزدور دانست و مدعی شد که روسیه همه همکاری‌های لازم را انجام داده تا تیم بازرسان بتوانند دلایل این فاجعه انسانی را بررسی کنند. به تأکید کرد که کسی نباید از این فاجعه برای مقاصد سیاسی خاص خود بهره برداری کند. جامعه جهانی از پوتین خواسته است جدای طلبان طرفدار روسیه را راضی کند تا بازرسان بدون محدودیت بتوانند از محل سقوط بازدید کنند. نیروهای دولتی اوکراین برای در دست گرفتن کنترل شهر دونتسک به مناطقی از این شهر در شرق اوکراین حمله کردند. از طرفی تأخیر در بازگرداندن اجساد قربانیان سانحه سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی خانواده‌ها و نزدیکان قربانیان را خشمگین کرده است. مقامات اوکراین جدای طلبان هوادار روسیه را به تلاش برای از بین بردن شواهد و مدارک مربوط به این سانحه هوایی متهم کردند. گروهی از کارشناسان هلندی برای شناسایی اجساد 192 مسافر کشته شده راهی این کشور شدند. نخست وزیر هلند گفت که بازگرداندن اجساد به این کشور اولویت اول او در پیگیری سقوط هواپیمای مالزی است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در شبکه CBS آمریکا گفت شواهد بسیاری علیه روسیه در دست است، از جمله اینکه چند هفته پیش 150 کاروان نظامی از روسیه به شرق اوکراین رفت و کاروانی با تانک، توپخانه، موشک‌انداز و خودروهای مسلح در اختیار جدایی طلبان قرار گرفت. وی گفت می دانیم که روسها جدایی طلبان را مسلح می کنند و آموزش می دهند. موشک های روسی که در محل حادثه بودند بلافاصله به روسیه بازگردانده شده و اکنون از شرق اوکراین ناپدید شده اند. کاملا واضح است که سامانه موشکی روسی که در دست جدایی طلبان در شرق اوکراین است هواپیمای مالزیایی را سرنگون کرده است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین ادعای روسیه را درباره پرواز یک هواپیمای جنگنده اوکراینی در نزدیکی هواپیمای سرنگون شده مالزیایی رد کرده است. پروشنکو در مصاحبه با شبکه CNN گفت همه هواپیماهای نظامی اوکراین در آن زمان در زمین بودند. دولت اوکراین همچنین میگوید جعبه سیاه هواپیما چند روز در اختیار جدایی طلبان بوده که احتمال دستکاری در آن میرود. در همین حال نخست وزیر مالزی اعلام کرده است که جدایی طلبان در شرق اوکراین قول داده‌اند جعبه سیاه پرواز را به دولت مالزی تحویل بدهند. ساعتی پیشتر یکی از فرماندهان نیروی هوایی روسیه گفته بود یک هواپیمای جنگنده دولت اوکراین در فاصله حدود 3 تا 5 کیلومتری هواپیمای مالزیایی پرواز می‌کرده است. روسیه همچنین تکذیب می‌کند که موشک ضد هوایی بوک را در اختیار جدایی طلبان اوکراینی قرار داده است. در همین راستا باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار دسترسی کامل بازرسان بین‌المللی به محل سقوط هواپیما شد. به گفت ولادیمیر پوتین مسئولیت مستقیم دارد که جدایی طلبان را وادار به همکاری با تحقیقات بین‌المللی کند. روز دوشنبه 30 تیر ماه مبلغ 550 میلیون دلار برای پرداخت آخرین قسط از 8 قسط مربوط به 6 ماهه اول توافق ژنو به حساب بانک مرکزی ایران واریز می شود. پیش از این 3 میلیارد و 650 میلیون دلار در 7 قسط به حساب بانک مرکزی ایران واریز شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه در گزارش خود تایید کرد که جمهوری اسلامی به تعهداتش مطابق توافق اتمی 6 ماهه عمل کرده است. جمهوری اسلامی قرار بود ذخایر اورانیوم با غلظت 20% خود را اکسید و تا سطح 5% رقیق کند. آژانس در گزارش خود نوشته بود که جمهوری اسلامی باقی مانده گاز هگزافلورید اورانیوم 20% غنی شده خود را هم به پودر اکسید اورانیوم تبدیل کرده است، اما هنوز 4 کیلوگرم از ذخیره این گاز در ایران باقی مانده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی در آخرین دور از مذاکرات با گروه 5+1 با تمدید مدت مذاکرات به مدت 4 ماه موافقت کرده است.
بینندگان عجمن در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم.